سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. رضا شاه سالها قبل از به قدرت رسیدن و هنگامی که واحد نظامیش در همدان مستقر بود، با زنی به نام صفیه ازدواج کرد و از او صاحب فرزندی به نام همدم السلطنه شد، که البته محمد رضا پهلوی و مادرش او را به رسمیت نشناختند و از دربار راندند. همدم السلطنه بعد از انقلاب در ایران ماند و در دهه 1360 درگذشت. احتمالاً ازدواج رضاخان با صفیه تنها ازدواج او با هدف تشکیل خانواده بوده. او مدتی بعد از طلاق دادن صفیه با تاج الملوک آیرملو مادر محمد رضا ازدواج کرد. پدر تاج الملوک سرتیپ قزاق بود و این وصلت می توانست موقعیت رضاخان را ارتقا دهد. تاج الملوک زن زیبایی نبود و اخلاق درستی نداشت. او به دلیل جایگاه نظامی پدرش همیشه با رضاخان درشتی می کرد و حتی پس از به قدرت رسیدن او هم این اخلاق را ترک نکرد. رضا شاه به این دلیل که تاج الملوک مادر ولیعهد بود، معمولاً این رفتارها را نادیده می گرفت، اما در عوض می کوشید تا از مجاری دیگر زهرش را به او بریزد. با آغاز وزارت و سردار سپهی رضاخان، رفتارهای تاج الملوک بدتر شد. او امان همه را می‌برید، حتی امان شوهرش را. رضاخان که از دست تاج الملوک کلافه شده بود و از طرفی در آن زمان برای به دست آوردن مشروعیت نیاز به حمایت برخی شاهزادگان قاجاری داشت، با یک تیر دو نشان زد و به خواستگاری نوه مجدالدوله از رجال صاحب عنوان خاندان قاجار رفت و توانست در 48 سالگی با توران نوه 17 ساله مجدالدوله ازدواج کند. تاج الملوک آرام ننشست و نبردی بی امان رو علیه توران که آشکارا از او بهتر بود آغاز کرد. رضاخان یک سال بعد توران را طلاق داد تا تاج الملوک دست از سرش بردارد. البته گزارش هایی در دست است که رضاخان توران را طلاق نداد، بلکه به تاج الملوک گفت که او را طلاق داده. رضاخان مدتی بعد دوباره تصمیم به ازدواج گرفت و این بار هم به سراغ قاجارها رفت و با اسمت دختر مجلل الدوله عقد ازدواج بست. تاج الملوک که فکر میکرد این دفعه هم میتواند هوای خود را مانند دفعات قبل از میدان بدر کند، دوباره ساز ناسازگاری را کوک کرد. اما اسمت مانند توران نبود که با تشر تاج الملوک عرصه را خالی کند. او ماند و از رضاخان صاحب 5 فرزند شد که 4 تای آن پسر بود. حالا دیگر نمیشد پای هوو را قلم کرد. به این ترتیب کشمکش میان تاج الملوک و عصمت الدوله تا آغاز سلطنت رضا شاه ادامه یافت و به یک بحران داخلی در دربار مبدل شد. تاج الملوک تعدادی ندیمه داشت که از خاندان مشهدی ناظر بودند. این ندیمه ها در واقع ارتش تاج الملوک محسوب می شدند و به نیابت از او به جنگ با عصمت می رفتند. حسین فردوس در خاطراتش می نویسد در آن زمان دیوارهای قبلی داخل باغ سعدآباد را برداشته بودند و برای هر یک از اعضای خاندان پهلوی ساختمانی رو به شکل کنونی درست کرده بودند. ندیمه های مادر محمد رضا به دستور او با چوب و چماق به ساختمان عصمت حمله بردند. به محض اینکه عصمت از حمله باخبر می شد، درهای ساختمان را قفل می کرد و خودش در اتاقی مخفی می شد و از آنجا به رضا خبر می داد. رضا خان قدم زنان و آرام آرام خودش را به ساختمان عصمت نزدیک می کرد و ندیمه ها با دیدن او پا به فرار می گذاشتند. آنها پس از فرار مورد مؤاخذه مادر محمد رضا قرار می گرفتند که به اونها می گفت ترسوها، رضا که ترس نداره، و به ترکی می گفت کول باشیان، یعنی خاک بر سرتان. ندیمه ها برای اینکه موقعیت خودشان را از دست ندهند، هر بار به مادر محمد رضا قول می دادند که دفعه دیگر استخوان های عصمت را خرد خواهیم کرد. تاج الملوک هم می گفت ببینیم و تعریف کنیم. عصمت الملوک دولتشاهی متولد 1284 در کرمانشاه آخرین همسر رضا شاه پهلوی و سوگلی او بود که نسبی قاجاری داشت. عصمت از نوادگان فتلی شاه قاجار بود و رضا شاه علاقه فراوانی به او داشت. به گفته ملکه تاج الملوک آیرملو، اگرچه رضا شاه توانست بر قاجار فایق آید، ولی یک زن قاجار هم توانست بر رضا شاه حاکم شود. عصمت دولتشاهی در سالهای 1373 و 74 مصاحبه هایی را انجام داد که در ادامه با هم می شنویم. من در سال 1284 خورشیدی به دنیا آمدم. پدر بزرگم ملقب به مشکوه الدوله از طایفه قاجار بود.
پدرم غلامعلی میرزای مجلل در زمان سلطنت رضاشاه رئیس تشریفات دربار بود. به همین جهت الفت خاصی میان او و رضاشاه برقرار بود. موقعی که 13 یا 14 ساله بودم خواستگاران زیادی داشتم که یکی از اونها سردار سپه بود. پدرم هم به جهت روابط صمیمانه‌ای که با سردار سپه داشت مایل بود از میان خواستگاران متعدد با او ازدواج کنم. یک بار از طریق یکی از زنان پیر فامیل به من پیغام فرستاد که تو خواستگاران زیادی داری، اما سردار سپه از همه با قدرت تر هست و بهتر است با ایشان ازدواج کنید. اتفاقا در همان زمان پدرم حاکم ملایر شده بود. ما هم به ملایر رفتیم و در آن شهر بود که مادرم دار فانی رو ودا گفت. موقعی که به تهران برگشتیم گفتم ما عزاداریم و فعلا نمیتوانم ازدواج کنم، ولی عده‌ای از نزدیکان از قبیل زن عمویم مشکوه الدوله و دیگران اصرار کردند که حتما باید قبول کنی. در وضعیتی بودم که از ازدواج میترسیدم. من حتی یک عکس هم از سردار سپه ندیده بودم و نمیدانستم که آیا او هم مرا دیده بود یا نه، ولی چون پدرم خیلی از رضاخان تعریف میکرد و میگفت او مرد با استعداد خوبی هست، من هم نتوانستم حرفی بزنم و توصیه او را گوش کردم. تاج الملوک در خاطرات خودش مدعی است که رضاخان با اجازه او تجدید فراش کرد. او در این مورد میگوید بعدن که رضا با اجازه من تجدید فراش کرد، من اجازه ندادم که اسمت توران را به سعدآباد بیاورد. اسمت الدوله درباره عکس العمل تاج الملوک گفته اتفاقا شب عروسی او دم در حیات ایستاده بود و چون از موضوع خیلی ناراحت بود مرتب فحش میداد و جیغ میکشید. او نمیخواست هوو داشته باشد. چند نفر را هم با خود آورده بود تا به نحوی مجلس عروسی رو به هم بزنند، اما سردار سپه متوجه شد و به چند سرباز دستور داد او را از مجلس خارج کنند و به خانه‌اش ببرند. اسمت الملوک از سال 1302 که وارد دربار شد تا تاجگذاری رضاشاه پهلوی در سال 1305 سه فرزند به نامهای عبدالرضا، احمدرضا، محمودرضا و سالهای بعد دو فرزند دیگر با نامهای فاطمه و حمیدرضا به دنیا آورد. اسمت الملوک دولتشاهی در کتاب خاطرات خود به ماجرای کشف حجاب در زمان حکومت پهلوی اول اشاره می کند. او گفته جمعه شبها مردم شاهد سریال کلاه پهلوی با موضوع کشف حجاب در زمان سلطنت رضاشاه هستند. ایده ای که شاه پهلوی با سفر به ترکیه و دیدن زنان بی‌حجاب در این کشور به فکرش خطور کرد که در ایران هم باید زنان به شیوه اروپاییان به خیابان‌ها بیایند. این طرح رضاشاه با مخالفت شدید مردم همراه بود و حتی خود زنان دربار هم از این اوضاع رضایت چندانی نداشتند. دولتشاهی در خاطرات خود به کشف حجاب و اینکه خود آنها هم از بی‌حجابی خجالت می‌کشیدند اشاره می‌کند و می‌گوید در آن زمان کلیه طبقات مردم پایبند به اصول اخلاقی خاصی بودند. خانم‌ها در کوچه و خیابان کمتر رفت آمد می‌کردند. مسئله چادر نبود و بیشتر زنان در آن روزگار چاغور داشتند که نوعی روبنده بود. در چنان اوضاع و احوالی یک دفعه با زور و اعمال قدرت دستور رفع حجاب داده شد. به همین جهت هم با عکس العمل شدید مردم روبرو شد. یادم میآید ما حتی موقعی که در اتومبیل نشسته بودیم و حجاب نداشتیم از دیدن آبران خجالت میکشیدیم. این موضوع مربوط به طبقه خاصی نبود و عموم مردم از این دستور بدون مطالعه در رنج و عذاب بودند. رضا شاه دستور داده بود که همه ما باید بی حجاب باشیم. این کار اول بسیار مشکل بود. خجالت میکشیدیم و خیلی ناراحت بودیم. اوایل کلاه پوست سر ما میگذاشتیم و پالتو سفید با یقه بلند میپوشیدیم. سعی میکردیم کمتر در انظار ظاهر شویم و به همین جهت اغلب به بیرون شهر میرفتیم. اسمت الملوک دولتشاهی به هنگام تبعید رضاشاه همراه او به جزیره موریس رفت و پس از چند ماه به تهران بازگشت. او پس از انقلاب سال 57 در تهران ماند و در سوم مرداد سال 1374 در سن 90 سالگی درگذشت و در قطعه 37 ردیف 91 شماره 25 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در قسمت کامنت و در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید. و اگر هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد بدرود.